سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. خوشبینی حکومت سرپرست از سرکوب داعش در کشور. آیا این گروه از خاک افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان همچنان تهدید است و یا خیر؟ در حالی که حدود دو هفته از آخرین حمله داعش در کابل میگذرد، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که داعش در کشور سرکوب شده و اکنون سرحدات افغانستان نیز کنترل است. این مقام بلندپای حکومت سرپرست در حال مدعی شده که داعش در کشور سرکوب شده که در این اواخر این گروه مسئولیت چندین انفجار را بر عهده گرفته است. همزمان با این تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز گفته بود که خطر توریسم در افغانستان و منطقه در حال افزایش است. حال پرسش این است که آیا داعش به راستی در افغانستان سرکوب شده است؟ اگر این گروه سرکوب شده، پس حملات و انفجارهای اخیر در کشور کاری کیست؟ پرسش مهم دیگر این که نهادهای بین المللی چرا هر ازگاه از افزایش خطر تروریسم از افغانستان هشدار می دهد و در نهایت تهدید داعش در افغانستان جنگ تبلیغاتی است و یا خطری جدی؟ این و چند پرسش دیگر از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل افغانستان، احمد خان اندر، آگاه امور نظامی و تا لحظات دیگر با ما محمد باقر محسنی، نویسنده و فعال سیاسی با ما در این برنامه میپیوندند. مهمانان زیاد تشکر که به بحث حاضر شدید. بس را با آقای نادم آغاز میکنم. نادم صاحب، نگرانی از نایه داعش در افغانستان حالا چقدر معقول و جدی است؟ آیا براستی داعش در افغانستان سرکوب شده است و یا خیر؟ سلام خدمت شما جناب محمدی صاحب، مهمانان برنامه جناب اندر صاحب و جناب محسنی صاحب، همکاران عزیزتان و بیننده های عزیز تلویزیون وزین نور. خدمت باز برسان، در 45 سالی که جنجالا در افغانستان زیادتر تشدید یافت، یعنی با مداخله نظامی شوروی و بعد مداخله نظامی یا اشغال امریکا، در 45 سال به اندازه کافی در افغانستان کشورهای همسایه و فرامنطقه اینا اجنت تربیه کردن. یعنی افغانستان همیشه آسیب پذیر است از نیه اجنتوری و از نیه تخریبات کشورها و مداخله کشورها در امور افغانستان. چنانچه شما شاهد هستین که در طول سالهای متمادی پاکستان به اصطلاح گهواره تربیه توریست ها در پاکستان بوده و از پاکستان به خاک افغانستان روان میکرده. نه تنها به خاک افغانستان و هر جا مسئله توریستی در دنیا که میشه، اگر ریشه یابی کنین بالاخره میرسه گپش به پاکستان. چنانچه مثلا مسئله تی تی پی ره که زیاد محکم گرفته، در طول 20 سالی که در افغانستان جنگ بود، چرا پاکستان مسئله تی تی پی ره مطرح نمیکرد که آله به بانه تی تی پی مداخله در مورد داخل افغانستان انجام میده و بالاخره برف بام خود سر افغانستان مندازه، در صورتی که افغانستان با چنان مشکلات اقتصادی عدیده گرفتار است که او مجالی را نداره که در امور داخلی پاکستان و یک کشور دیگه مداخله کنه. منتها اینا کلش منافقت کشورهای از خودند و پاکستان زیادتر که اینا به نوبه خودشان عبارت از نیروهای نیابتی کشورهای بزرگ دنیا مثل امریکا، بریتانیا و حتی روسیه می باشند. بنان ای که طالب های دامه کنند که ما داعش از بین بردیم، خب که اگر از بین بردین پس انفجارات از کجا میشه، انتحاری ها از کجا میشه، عملیات از کجا میشه؟ پس معلوم است که به شکل کامل از بین نبرده، یا ای که ستون پنجمی ها در نظام هستن که یا وقتاً به وقتاً اقدام به عملیات توریستی میکنن، اما در چوکات دولت که یا خودش اجنت های کشورهای هستن که در نظام جای گرفتن و بالاخره به خاطر نامبدی نظام، به خاطر مختل ساختن زندگی دی مردم و به خاطر از این که بتانند تفرقه را در بین مردم افغانستان بندازند، دست به اعمال شنی میزنند. بنان من فکر کنم که هر عملی را که هر گروه توریستی انجام بده خوب نام پیدا کرده به نام داعش، که فقط مسئولیت داعش گرفت، مسئولیت داعش گرفت، در صورتی که استخبارات فرا منطقه هم در افغانستان به شمول منطقه که از طریق استخبارات منطقه کارای خود اهداف خود پیاده می‌سازد. خیلی بسیار خوب، درست. اما منطقه و فرامنطقه همواره نگرانی دارن از ناحیه داعش. حالا شریک هم ساختن
با حاکمیت فعلی با امارت اسلامی. حالا چگونه به این پدیده حال مبارزه صورت گرفت؟ حاکمیت سرپرست میگه سرکوب شده، ولی هم نگرانی بجاست. حالا چرا نگرانی بجاست نادم صاحب؟ علت در کجاست؟ دلیل چی است؟ اعتراض که اگر شما اظهارات چند سال پیش هیلری کلینتون شنیده باشین، واضحاً گفت که در ساختن داعش امریکا و استخبارات امریکا دست داره. امو طوری که مثلا در تقویه حماس به مقابل الفتح خود حکومت اسرائیل دست داشت و ایر تقویه کرد، امروز بلای جان شده. امو ترتیب کشورها هم همی کار کردن. شما در مداخله، در زمان مداخله نظامی شوروی در افغانستان، شما دیدین که از تمام دنیا بنیادگراها را جمع کرد امریکا و متحدین امریکا، به خاک پاکستان آورد، ویزه داد، امکانات داد، پول داد که بتونه علیه افغانستان جنگ بکنه، بالاخره منجر به تخریب افغانستان شد. حال نگرانی است که اصل مسئله نگرانی نه از غم مردم افغانستان امریکا مردن، نه کدام کشور دیگه. نگرانی از رقابت های منطقوی است، رقابت های جهانی در روسیه افغانستان است. افغانستان موقعیت جیوپولیتیک و یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی داره افغانستان. و حتی شما اظهارات ترامپ هم شنیدین که اگر من رئیس جمهور شم، من میدان هوایی بگرام من به هر شکل باشه از خود میسازم، برای اینکه یک موقعیت استراتژیک است علیه چین و علیه کشورهای آسیا میانه. از او واسطه هم است که شما ببینین که در این مسئله حاکمیت فعلی یا امارت خیلی خوب درست برمیگردیم نادم صاحب. در این باره که حالا چرا مبارزه صورت گرفته ولی نگرانی ها به پاورجاست، چگونه مبارزه بوده، در این مورد صحبت می داشتم با شما. ممنون، تشکر. اندر صاحب، حالا نگرانی داعش چقدر جدی است در افغانستان؟ همواره تاکید حاکمیت سرپرستی بوده سرکوب شده وجود نداره، ولی هر ازگاه حالا نگرانی های منطقه و فرامنطقه را به وجود میاره همواره. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمدی صاحب، به شما و مهمانان گرامی برنامه شما، هر یک محترم محسنی صاحب و محترم نادم صاحب و همچنان هموطنان عزیز خوش، سلام های خوش را تقدیم می نمایم. اصلا جامعه بشری در طول تاریخ مشکلات های زیادی را داشتن که کشور نمیتوند که امنیت 100% را داشته باشد. در کشور ما که تقریبا نیم قرن است جنگ بوده، اشغال بوده، تجاوزات ابرقدرت‌ها بوده، درست است که طالبات یا امارت اسلامی تمامی جغرافیه را تحت کنترل دارن، اما به هیچ وجه ما اعتقاد نداریم که هر چه زودتر امنیت سرتاسری و صلح و ثبات دائمی در کشور ما تامین خواهد شد، چون امنیت مادر بسیاری مسائل است که تا بال در کشور ما در دو نیم سالی که طالب حاکمیت دارن تعامل سیاسی صورت نگرفته و حکومت فعلی به رسمیت شناخته نشده، یک حکومتی که قانون اساسی داشته باشد و مردم اعتبار زیادتر کنه سرشان وجود ندارد. امسایه ما مثل سابق خوابای زیادی را دارن، همیشه مداخله میکردن، فعلا هم کوشش میکنن در کشور ما جنگ باشه و چرخ اقتصاد خود را بچرخانه. از این را و همچنان ابرقدرت‌ها خود داعش مثل یک آله استفاده میکنند. داعش یک پدیده بین‌المللی است که بلاک‌های غرب و شرق به خاطر اهداف استراتژیک و استخباراتی خوش در بسیاری از کشورها مثل کشورهای آفریقایی، هند، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان آنها استفاده میکنند. امارت اسلامی در از بین بردن گروه های مختلف توریستی بخصوص داعش موافق هستند، اما بسترسازی هایی که روز صورت میگیره و نابسامانی هایی که ناشی از تعامل سیاسی در کشور وجود دارد که ما نداریم با کشور امریکا جهان، صدای ما را بسیاری از کشوران نمیشنوند و آنها مخته هستند، کالانه های مخصوص دارن که میتواند در داخل حکومت هم داشتن که اصلاحی را پیدا کنند که از او طریق درست. مثل که در جمهوریت در عقب مترهای ششستی ها توریست ها را به هر جا انتقال میدن، باز هم همان عمل را انجام بدن. بنان نمیتونه گفته که
داعش در منطقه یا در کشور موجود ندارد، اما چون تمامی جغرافیا به دست امارت اسلامی است، آنها فعالیتشان بسیار ضعیف بودند. حالا مبارزه که کردن، حالا گفتن تاکید بر می است که سرکوب شده داعش. آقای ناده میگه پس اگر سرکوب شده، حملات اخیر که صورت میگیره، پس این کار کی است؟ خب یک قسم عملیات در کشورهای پیشرفته فعلا ما در اروپا، در امریکا و در کشور همسایه ما پاکستان و ایران هم شاهد هستیم، اما در کل طالبان موفق هستند در نابودی گروه توریستی. ولی اگر زمین سازی را به یک حکومت قانون نسازند، ما هرچند سلاح‌های قوی از امریکایی ها برای ما مانده است و در افغانستان گروه یا جبهه که روبرو با طالبان بجنگن وجود ندارد که جنگ جبهه‌ای نماید، ولی باز هم یک کشور جنگ زده، مردم ما از نگاه اقتصاد وضعیتشان ضعیف، هر گروه توریستی میتواند که دیگه سربازگیر کنه و کشورهایی که ما همجوار ما هستن، همه ایشان سیاست های خرابی را در قبال کشور مردم ما دارن، آنها میتوانند که گروه های مختلف را، گروه های استخباراتی را به نام داعش و این و آن که خودشان هم سر و صدا میزنند که 24 یا 25 گروه توریستی در منطقه یا در افغانستان وجود دارد، آنها را فعال میسازند، آنها مخته هستند و ما نمیتوانیم با تمامی ابرقدرت های جهان و کشور منطقه مجادله کنیم. بنا خوبتر است که ما یک وحدت ملی نماییم، یک حکومتی که از جانب سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود، روابط خویش را با کشور همسایه تامین کنیم و بر ضد گروه های توریستی که اکثرشان ساخته بعضی از کشورهاست، با کشور همسایه ما طبق یک پلان امنیتی که مشترک ساخته شود مبارزه نماییم، و اگر ما به مقسم در محاصره بمانیم، با اساس تجاربی که ما داریم، چندین حکومت ما که حتی با بعضشان روس ها اتحاد جماهیر شروع بودن و در 20 سال ما دیدیم که خود ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو با جمهوریت قبلی همکار بودن، اما نتونستن که پایدار بماند. بنان لازم است که یک روحوری به یک حکومتی که از مردم مشورت بگیرم و مردم از خود بسازیم، مردم ما با حکومت همکار ممنون. باشد، بر مردم ما با اجنبی ها یکی نشان و کشور خود تشکر. را بیران نسازد. سپاس حسین صاحب، خوش آمدین با آخر خط. حالا نگرانی داعش چقدر حالا جدی است؟ کشورها ما را نگران هستند، منطقه فرا منطقه، ولی حاکمیت سرپرست تاکید شمی از سرکوب شده داعش. در اخیرم آقای کبیر دیدار داشته با نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که داعش سرکوب شده و مرزها نیز امن هستند در حال حاضر. آقای اندر میگه که حالا موفق است در مبارزه با گروه های توریستی مثل داعش حاکمیت سرپرست. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام درود احترام خدمت شما و همکاران شما و مهمانان گرامی و همه بینندگان برنامه. ما یک بحث را در رابطه با توریسم کنیم و ببینیم در افغانستان به صورت مصداقی مورد بحث قرار بدیم. توریسم یک واژه‌ای هستند که بیشتر از سال 2002 به بعد بیشتر در سیاست‌های کشورهای دنیا و قدرت‌های بزرگ مطرح شد و بیشتر کشورها تلاش می‌کردند که با استفاده از این مسئله به مو اهداف سیاسی خود برسه، بیشتر یک سلسله اهداف را تعقیب می‌کردند، به عنوان نمونه مداخله در امور کشورها، نفوذ در امور کشورها و تحت فشار قرار دادن بسیاری از کشورها. و این بحث تروریسم متاسفانه یک چالش کلان امنیتی در سطح دنیا هست، هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای جهان. ولی متاسفانه مشکلی که در بحث تروریسم هست که یک تعریف واضحی از تروریسم در دنیا امروز نشده. به همین خاطر هست که کشورهای مختلف به خاطر منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی خود تعریف از توریسم ارائه میکنه. و شاید توریسمی که از دیدگاه آمریکا توریسم گفته شود، گروه هایی که توریسم گفته شود، از نگاه ایران توریسم گفته نشود. گروه هایی که از نگاه افغانستان به عنوان توریسم هست، شاید از نگاه پاکستان توریسم نباشد. گروه هایی که از دیدگاه پاکستان به عنوان توریسم تلقی شود، در افغانستان به عنوان توریسم نباشد. این یک مشکل در مجموع در بحث توریسم در سطح منطقه و جهان هستند. ولی آنچه که مهم هست در بحث افغانستان، اگر ما بیاییم افغانستان در طول تاریخ
متأثر از گروه های حراس افغان، توریزم و افراطی که در سطح منطقه و جهان و حتی در افغانستان فعالیت میکرده متأثر بوده. ما شاهد قربانی های زیادی بودیم، انتحاری هایی که در افغانستان بسیار زیاد شد. اینا همه ناشی از این بودن که گروه های رادیکال افراطی در افغانستان دست به اعمال و رفتار مخرب و مخل امنیت در افغانستان میزدن که افغان ها همواره متاثر بوده. اما بحث در این هستند که در زمان امارت اسلامی تا چه حد تهدیدات و خطرات توریسم در افغانستان کنترل شده و کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم در افغانستان باز هم تهدیدات امنیتی و تهدیدات فعالیت های توریستی بسیار زیاد هستند. به چند دلیل ما میتونیم که بحث کنیم. اولا اینکه در کشورهای پسا جنگ معمولا گروه های حراس افغان استفاده های بیشتر میکنه، به دلیلی که اسلحه در بین مردم وجود داره، به دلیلی که نارضایتی های از حکومت وجود داره، به دلیل اینکه سطح آگاهی مردم پایین هستن بیشتر استفاده میکنه. یک مسئله. مسئله دوم به عنوان یک بستر ناامنی در افغانستان و استفاده جویی از گروه های توریستی از افغانستان وجود داره است که مردم افغانستان با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند. بنابراین برای سربازگیری، برای اینکه زمینه فعالیت ها را در برخی مناطق و حتی در خانه های مسکونی اینا را همکاری کنه که یک جای بوده باش برای گروه های توریستی باشد، فراهم هستند و این مسئله زمینه را فراهم میکنه که گروه های توریستی استفاده کنه. و سومین عاملی که به عنوان بستر و زمینه ساز هستند برای فعالیت های گروه توریستی، پایین بودن سطح آگاهی مردم هست. این بسیار یک موضوع مهم هستند. گروه های حراس افغان از مجراهای مختلف استفاده میکنند. از احساسات قومی استفاده میکنه، از نگاه های مذهبی استفاده میکنه و مسائل دیگر را به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. در جامعه ای که سطح آگاهیشان پایین باشد بیشتر میتونه اینا استفاده کنه. ما در افغانستان بعد از زمان سقوط جمهوریت و سلطه امارت اسلامی و گرفتن قدرت سیاسی به دست امارت اسلامی شاهد حملات انتحاری زیادی بودیم، حملات انفجاری و حملات مختلف بودیم در ولایات، در کابل. اینا نشان میده که تا حدود در افغانستان زمینه ها برای گروه های حراس افغان وجود داره. اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده که در افغانستان هیچ گروهی تروریستی نمیتونه فعالیت کنه و کشورهایی که ادعا میکنه هم هیچ گونه اسناد ارائه نکرده. اما با عنوان یک نکته آخر میخوایم اشاره کنم، یه هستن که کشورهایی که ادعا میکنه که در افغانستان توریسم وجود داره بر اساس حقوق بین الدول باید با اسناد و شواهد برای امارت اسلامی پیشکش کنه که در کجا و با چی گونه فعالیت ها در افغانستان گروه های توریستی حضور داره که امارت اسلامی بر اساس مسئولیت بین المللی خود مبارزه کنه. نادم صاحب، حالا گروه های توریستی بخصوص تهدیدها در حال حاضر به دیدگاه خودتان در حال افزایش است و یا کاهش؟ حالا آقای اندر میگه که مبارزه‌ای که حاکمیت سرپرست یا امارات اسلامی داشته موفق بوده تا جای در محو تروریسم یا حراس افغانان بخصوص گروه داعش، آیا واقعا موفق بوده حاکمیت سرپرست؟ خب تا اندازه‌ای که تانسته حاکمیت فعلی یا امارات تانسته که در مهار از اینا کار بکنه، اما گپی است که تا چی اندازه اجنتوری کشورهای مختلف قوی از در داخل افغانستان، او تا چی اندازه دسترسی دارن به داخل افغانستان و به اعمال تخریبی دست میزنن. و این من فکر میکنم زیادتر دست کشورهای همسایه و دست استخبارات جهانی در قضیه افغانستان است. شما دیدین که مثلا با بیرون شدن امریکا، یعنی روسیه و چین و ایران فعال شدند، اما شما دیدیم که بالای چینایی ها هم عمله صورت گرفت، چون چینایی ها شایق سرمایه گذاری در افغانستان بودند و بعد بالای سفارت روسیه هم عمله صورت گرفت و نامش ماندن داعش. ولی این داعش نیست، فقط استخبارات دنیاست که با استفاده از این نام امی اعمال تخریبی را انجام میدن. از اون واسطه من فکر نکنم هر اندازه‌ای که طالب قوی باشه ولی استخبارات دنیا کار میکنه. پس بیتر به طالبایی است که اینا مردم از خود بسازن. شما ببینید که در طول 20 سال تا 40 سال 45 سالی که در افغانستان جنگ است، اگر مجاهدای زمان ضد شوروی بود، اگر طالبای ضد امریکا بود،
اینا در کجا فعالیت داشتن؟ در بین مردم، در اطراف اکناف فعالیت داشتن، یعنی مردم یا را در خود جای می دادن. بنان اگر توجه به اطراف نشه، توجه به زندگی مردم اطراف نشه، ولسوالی و قرجات نشه، بنان مسئله عسکرگیری، مسئله فعالیت گروپ های تروریستی و استفاده از فقر و بدبختی مردم افغانستان میتونه که چلنج باشه و چالش باشه برای افغانستان. امین تهدید افزایش تهدیدها به خصوص داعش در چی است مشخصا؟ مورد را که شما اشاره کردین هماره ایالات متحده به خصوص که بر قدرت دست اندازی میکنه در سیاست داخلی افغانستان و در افغانستان و منطقه و فرامنطقه اشاره کردین، حالا زمینه چرا حالا فراهم شده برای این که دست اندازی بکنه و مداخله بکنه؟ چند مسئله است. یکی مسائل کشورهای اول قدرت مثل آمریکا و بریتانیا و متحدینش است. یکی مسئله پاکستان است، ایران است و متحدینش است. کسایی که هستن هر کس به نفع خود به اصطلاح کار میکنه. مثلا اگر یادتان باشه پیش از این دوری 20 ساله که سعیز که امریکا آمد، ما نمیتونیم بگیم که پیشرفت نکرده، ما نمیتونیم بگیم که هیچ کار به افغانستان نشده، برای از اینکه اینقدر پانتونا، اینقدر سرکا، اینقدر بیلدینگا، اینقدر حتی امی خطوط مثلا لینای برق انتقال از یه همگی به وسیله امریکا و متحدینی شدی، کارهای بسیار شده. ولی اینقدر فابریکایی که در افغانستان شده و افغانستان میره به طرف تقریبا خودکفایی، او این قسم امنیت به افغانستان نمیخواهن که اینا حتی برعکس مالای افغانستان به پاکستان و به ایران بره صادر شه. مثلا شما بینین افغانستان سابق فکر نمیکرد که در افغانستان زعفران بشه، یا مثلا در جلال آباد گلپی میشد نمیفهمیدیم که در مزار شریف گلپی بشه، یا مثلا سویا کشه که از اون شیر خشک تولید شه. این کارهای هم بود به طول این 20 سال شده. بنان و امریکا نمیخواهد که دست چین و ایران و روسیه در افغانستان بالا باشه. بنان این وضعیت را قصدن متشنج میسازن که افغانستان بله. تا به یک فیصله نادم صاحب عمومی... حالا وضعیت متشنج شما میگین که میسازه، چقدر باید کار صورت بگیره؟ حالا حکومت سرپرست همواره تاکیدش بر امنیت سرتاسری است، صلح و ثبات است و همچنان کنترل مرز هاست. حالا چقدر باید کار شود صورت بگیره و چقدر کار صورت گرفته تا حالا؟ شما ببینید که اول از اینکه افغانستان باید سیاست بی‌طرفی فعال و مثبت را داشته باشه، گرچه امروز روسیه، چین اینا به چشم شک بر طرف طالبان میبینن، برای اینکه معلوم میشه که مثلا افتوار یا چقدر پول تا 80 میلیون دلار میگن در دو هفته به امریکا برای افغانستان رای میکنه، این از طریق رسانه های پخش میشه. از اون واسه شما ببینید که با وجود اختلافاتی که روسیه، چین و ایران با امریکا داره، ولی چرا اونا طالبان رو به رسمیت نمیشناسن؟ گیریم که پاکستان تحت تاثیر امریکاست یا میترسه یا وابسته به امریکاست، ولی این کشورها وابسته نیست، چرا به رسمیت نمیشناسن؟ پس معلوم است که یا سر سیاست حاکمیت فعلی مشکوک هستند. به خاطر از این است که اینا باید این سیاست پاک و شفاف، یک سیاست مدون را اعلان بکنن، هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی را در قبال مردم افغانستان تا به حال خود طالبان اعلان نکردن که باید اعلان بکنن، به مردم وضاحت بدن تا که مردم بفهمن که افغانستان یک کشور آزاد مستقل است. بنان این سیاست اگر پیشه کنن دیگه مردم به خواستهای مردم تمکین کنن، چیزی که مردم افغانستان میخواد، مکتبا رو برشون وا کنن، پانتونا رو وا کنن، حق کار بدن، حق آزادی بیان کنن، داده دادن بیشتر بدن. این همه چیزایی است که مردم که راضی بود مشروعیت داخلی کسب میکنه، بنابر مشروعیت داخلی مشروعیت بین المللی هم میتونه که دولت امروزی کسب بکنه. سپاس اندر صاحب. حالا تهدید داعش در افغانستان جنگ تبلیغاتی است و یا خطر جدی است برای مردم افغانستان؟ تشکر میکنم. برای فعلا ما میبینیم که سیاست های بلاکای غرب و شرق در منطقه و جهان به شدت همه روزه هر لحظه در حال تغییر میباشد. جنگ تبلیغاتی علیه افغانستان و بخصوص حاکمیت فعلی هم جریان دارد، اما اگر ما یا افغانها متحد نشوند، طالبان یک سیاست متوازن را در پیش نگیرند، رو به
یک حکومت دائمی که خواست مردم افغانستان است امکان زیاد دارد که به اساس رقابت‌های جهانی همین گروه های توریستی که تا به حال نامعلوم است و ما میفهمیم که کار استخبارات منطقه و جهان است، آنها شاید در افغانستان به شکل واقعی رشد کنند و به خاطر از این بسترسازی هم زیاد شده. در کل ما میتونیم گفت که امنیت یا امن نظم عامه به خاطر چی؟ به خاطر یک حکومتداری خوب، به خاطر آسایش مردم و مردم ما. این هم یک واقعیت است که جنگ های طولانی گذشته، ما نمیتونیم که یک حکومت هایی که همجوار ما هستند یا حکومت های یا کشورهایی که ما در اروپا هستیم به قسم یک حکومت در 2 سال بسیار زیاد که مردم افغانستان خواهش داره در افغانستان تشکیل گردد یا خواستار قسم یک کشوری باشیم. نخیر، اما باز هم دیده می شود که از این امنیت 2.5 ساله نه جهانیان و نه هم خود افغان ها به شمول حاکمان فعلی استفاده خوب نکردند. ما باید استفاده کنیم، ما باید کمک های جهانی را از خود کنیم، ما باید با کشورهای منطقه و جهان روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک خویش را تحکیم بخشیم، چون جهان فعلا یک دکده است. ما بدون کشورهای منطقه و جهان نمیتونیم که با سازی کشور خویش فکر کنیم و بندشیم. پروژه هایی که فعلا در افغانستان ادامه دارد کار بسیار خوبی است، اما این جاگوی وضعیت فعلی اقتصادی مردم ما شدن نمیتونه. اندر صاحب، حالا آسیای میانه و برخی کشورها بارها در مرز با افغانستان رزمایش نظامی را برای انداختن و پاکستان هم نیز مسئله تی تی پی را همواره مطرح میکنه. از لحاظ یک آگاه نظامی حکومت سرپرست چگونه به این نگرانی ها پاسخ بده باید بده و چه زمان این نگرانی ها پایان مییابه؟ تشکر میکنم. محمدی صاحب، فعلا جهان بسیار پیشرفته است، تکنولوژی و حتی ما بارها گفتیم که حریم هوایی ما هم به دست ایالات متحده آمریکا می باشه و از طریق طیارهای درون آنها کنترل میشه و گزمه میکنند. بنان بعضی از تهمت های پاکستان بدون ثبوت بوده و یک عمل است که آنها قصدن و عمدن میخوان این پروسه تعامل سیاسی افغانستان با جامعه جهانی به تعویق بندازد و آنها هرگز دوست افغانها و جغرافی ما نبوده. قسمی که در اول گفتم از جنگ های افغانستان اقتصاد خودش را چرخانده است و میخواد که همون چرخ اقتصادشان که ساده شده دوباره به کار بندازد. بنان آنها ادعایشان کاذب و بجا بوده. حکومت فعلی که به تمامی کشور همسایه منطقه و جهان اطمینان داده است و بارها اعلام می‌دارد که خاک افغانستان بر ضد هیچ کسی استفاده نخواهد شد، بسیار یک حرف بجا و واقعی است. اما چه قسم بتانیم که از این دغدغه های ابرقدرت ها و کشور منطقه و بخصوص همسایه ما برایم؟ چرا رو به یک حکومت دائمی نویرن؟ چرا مردم ما فعلا هم در فرار هستند؟ چرا با سیاسینی که بسیاریشان دستشان به فساد و رشوت و به خون مردم آغشته نیستند، در خارج به از طریق بعضی و یا به اشاره بعضی از کشورها در آن کشور و در این کشور جلسات میگیرند، چرا با آنها از راه مصالحه پیش نمیایم تا این بنبست کشور ما یک راه حل پیدا کنند؟ اگر ما به این قسم بشینیم که امنیت آوردیم و خاک ما به ضد یک کشور استفاده نخواهد شد، که شورای منطقه منافع خود را میبیند، هیچ کشوری در منطقه و جهان نیست که دوست واقعی ما باشد. آنها به خاطر اهداف استراتژیک و استخباراتی خویش هر لحظه میتونند در مقابل مردم افغانستان و حکومت فعلی سیاست خویش را، استراتژی خویش را تغییر بدهند. اندر صاحب سپاس. محسنی صاحب، حالا مورد دیگه که همواره اطمینان داده شده از خاک افغانستان هیچگاه هیچ کشوری حالا آسیب نمیبینه، ولی برای پذیرش منطقه و فرامنطقه همواره بسنده نیست و همواره نگرانی میکنن از خاک افغانستان مسئله پاکستان، حالا تی تی پی است و موارد دیگه که کشورهای منطقه و فرامنطقه داره. فکر میکنین که در افغانستان در حال حاضر در جنگ تبلیغاتی از قسم که آقای اندر گفت؟ ببینید، ما یک سلسله واقعیت ها رو باید در نظر بگیریم.
کشورها همون قسمی که بیشتر هم اشاره کردم یک بخشی از مسائل را به عنوان ابزار فشار بر دولت ها و گروه ها و حتی کشورهای دیگر استفاده میکنه که میتونه بخش تبلیغاتی باشد، اما بخش دیگر قضیه میتونه به عنوان یک واقعیت باشد. کشوری که 40 سال جنگ بوده در از او، کشوری که بیشتر مردم دچار مشکلات اقتصادی هست، کشوری که مردمشان با سطح آگاهیش پایین هستند و نارضایتی مردم بالا هست، زمینه ها فراهم هست. اما بحث در این هست که امنیت و ثبات افغانستان چرا برای دنیا، برای کشورهای منطقه به اندازه مهم هست؟ ببینید، افغانستان به لحاظ موقعیت جیوپولیتیک و موقعیت جغرافیایی یک موقعیت بسیار حساس دارد، در یک موقعیت بسیار حساس قرار گرفته. اگر در افغانستان امنیت به وجود بیاید، ثبات دائمی به وجود بیاید، منفعت امنیت هم به پاکستان میرسه، هم به ایران میرسه، هم به کشورهای آسیای مرکزی میرسه. و اگر خدای نخواسته امنیت افغانستان و ثبات افغانستان از بین بره، همین ناامنی سرایت میکنه به کشورهای دیگر. به همین لحاظ هستند که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بیشتر نگران امنیت افغانستان است. اما بس در این هست که همین تروریسم عامل و معلول تروریسم معلول چی هست؟ من فکر میکنم تروریسم در حقیقت زایده چند علت هست، چند چیز هست. اولا رقابت های قدرت ها در سطح منطقه و جهان که در حقیقت گروه های افراطی و گروه هایی به وجود میاد به عنوان ابزار دست برخی کشورها قرار میگیره و برای تامین منافع سیاسی خود از اون گروه ها استفاده میکنه و حتی در پیشبرد سیاست خارجی خود و تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر از همین گروه ها استفاده میکنه. یکی از عامل هست. دومین عامل فقر است. من بیشتر اشاره کردم. شما ببینید در یک کشوری که مردم دچار مشکلات اقتصادی باشد، فقر باشد، بسیار آسان هست برای گروه های توریستی سربازگیری. یعنی بسیار زمینه فراهم میشه که در اونجا فقر و حالا بیکاری بیشتر از در حال حاضر در افغانستان، زمینه حالا بیشتر مساعد است. من فکر میکنم که روز به روز فقر بیشتر شده در افغانستان و هر قدر فقر مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شوه، به همون اندازه بسترها و زمینه ها برای فعالیت های گروه های توریستی و هراسگر افغان فراهم میشه. بنابر این حکومت امارت اسلامی باید تلاش کنه که در این زمینه ها کار صورت بگیره. موضوع دیگر نارضایتی های مردم از حکومت ها هستند. در بسیاری از کشورها شما ببینید در پاکستان مسئله تی تی پی یک بخش از قضیه نارضایتی برخی گروه هایی که در پاکستان فعالیت میکنه از حکومت پاکستان است. عین همین مسئله مثلا در برخی کشورهای دیگر، در هر جامعه و در هر کشوری که میزان نارضایتی مردم بالا باشد از حکومت، به همون اندازه زمینه ها و فرصت فراهم میشه برای گروه های هراس افغان. ولی امارت اسلامی در مدت 2 سال گرچند تلاش های زیادی را کرده در بخش های امنیتی، گرچند یکی از شعارهای امارت اسلامی هستند که امنیت در افغانستان تامین شده، در حالی که انفجار بوده، انتحار در افغانستان بوده و قتل های زنجیره‌ای در افغانستان بوده، در حالی که در زمان جمهوریت هم همین قضیه بود. یک بخشی از قضیه که کاهش پیدا کرده در زمان جمهوریت حکومت با امارت اسلامی درگیر بود. در بسیاری از مناطق افغانستان، ولایات افغانستان جنگ مستقیما با امارت اسلامی بین دولت و امارت اسلامی بود. اما زمانی که امارت اسلامی آمد قدرت را به دست گرفت، یک بخش از قضیه مشکل حل شد. مانده فقط گروه هایی که امنیت افغانستان را به هم میزنه، تلاش میکنه که امنیت افغانستان را به هم بزنه. بنابراین امارت اسلامی تلاش کنه که باید جلوی چنین رفتارها را بگیره و یگانه راهش این هستن که یک حکومتی مبتنی بر پایه‌های مردمی، رضایت مردم و خواست مردم ایجاد شوه. باور من این هست که تا زمانی که چنین کار در افغانستان نشوه، نه امنیت تامین میشه، نه وضعیت اقتصادی افغانستان حل، مشکلات اقتصادی افغانستان حل میشه و نه حکومت در سیاست خارجی خود موفق است. و چهارمین عاملی که رشد میکنه توریسم مسئله اعتقادات هست. بسیاری از گروه های توریسمی که در افغانستان و برخی کشورهای دیگر فعالیت میکنن به خاطر باورهایی که داره، سطح آگاهیشان از دین، از شریعت پایین هستن و گروه های هراس افغان از همین باورهایش استفاده میکنن. بنابراین
امارت اسلامی اگر بخواهد که در افغانستان ثبات دائمی، امنیت دائمی برقرار شود، یگانه راهش این است که در افغانستان زمینه تحصیل و تعلیم را فراهم کند تا اینکه سطح آگاهی مردم بالا برد. و زمانی که سطح آگاهی مردم بالا رفت، خود به خود مشکلات امنیتی حل میشه. تشکر، سپاس. نادم صاحب، حالا بایدها چی است؟ چگونه مردم افغانستان از این بحران، از این چالش و از این تهدیدها و بالاخره از این مشکلات بیرون شوند؟ چی باید شود در افغانستان به قول آقای محسینی که باید یک حکومت مقتدر و به اساس پایه‌های مردمی ایجاد شود؟ اماره حکومت سرپرست هم گفته که حکومت سرپرست با خواست مردم ایجاد شده. خب ببینید که حکومت متخصص باید ایجاد شد. حکومت از سرپرستی برای قانون اساسی در افغانستان تدوین شد، قوای سگانه تشکیل شه، بالاخره زمینه برای انتخابات برای مردم افغانستان مساعد شه. تا زمانی که یک حکومت مشروع مبنی بر رأی مردم، بخواست مردم در افغانستان به وجود نمیاد، این هیچگاه نمیتونه که مشروعیت بین المللی کسب بکنه. از او واسطه اگر حکومت فعلی یا امارت میخواه که فاصله بین مردم و حکومت کم شه، درست باید که با خواستای مشروعی ملت افغانستان که او خواستای جامعه بین‌المللی هم همو است، او را به او تمکین بکنه تا اوی که به صلاح یک ثبات واقعی در افغانستان تأسیس شه. این مال شما بینید که من همیشه تعریف کردم که امنیت عبارت است یک مثلث است که سه ضلع داره. یک ضلعش امنیت فیزیکی است، دیگه ضلعش امنیت روانی است، زل سومش امنیت اقتصادی است. هرگاه شما اینمی مثلث را تکمیل نکنین، هیچگاه شما امنیت نمیتونین که داشته باشین. شما ببینین که هزارها نفر به خاطر پاسپورت سرگردان هستند. اینا پاسپورت چی میکنن؟ یا به خاطر رفتن از افغانستان و فرار از افغانستان است که امنیت روانی مردم تامین نیست. یک بخشی از امنیت روانی سرنوشت دخترای مردم است که از صنف شش به بالا معلوم نیست که چی کار میشه، پانتونا بسته است. اینا همه که سوال های است که باید حل شد. دیگه ای که افغانستان که شناخته نمیشه، تمام سیستم بانکی افغانستان مختل است، سیستم سویفت افغانستان بند است، تاجرای افغانستان فیصل به خارج به خاطر خریدن همته و اینا نمیتونن که انتقال بدن و یگان راهی که به اینا آماده است سیستم حواله است. و یه حواله نمیتونه که تکافو یا جوابگوی تمام مسائل اقتصادی افغانستان باشه. با وجودی که افغانستان از نظر مادین، از نظر موقعیت جغرافیایی، از هر نگاه کاملا مساعد است که افغانستان یک نقطه وصل کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و چین با ایران و از طریق ایران با کشورهای اروپایی باشه، که این بهترین چانس است برای مردم افغانستان که به شرطی کار تا زمانی که امی رای بانک ها و نشه، تا که افغانستان از این معاصره خلاص نشه، بسیار مشکل است ما بتانیم که افغانستان به طرف خودکفایی بریم. برای اینکه نمی لازه شما راپورا رو میبینید که چقدر مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارن و چقدر مردم به مشکلات گرفتار هستند و این مردمی هم که از پاکستان به زور اخراج میشن از ایران، اینا رو هیچ نوع امکاناتش برای و دولت فعلی نداره که بتانه یار برشان جای بده یا کار بده. بسیار مشکلات است. ما نیروی بشری داریم ولی امکانات استفاده از نیروی بشری را متاسفانه در افغانستان نداریم. تشکر نادم صاحب، ممنون. اندر صاحب، حالا مقام های امریکایی بارها در پیوند به حضور و فعالیت حراس افغانان دیدگاه های متفاوت داشتند. جو بایدن اظهار داشتند که القاعده در افغانستان محو است و نابود شده، ولی همواره از دستگاه های دیپلماسی دیگر ایالات متحده نگرانی ها وجود داشته. چرا دیدگاه های ایالات متحده متفاوت است؟ تشکر میکنم محمدی صاحب. اگه اجازه بدین یک کمی که در مورد پرسش هایی که شما از دوستا میکردین میپردازم، چون امنیت را جناب استاد ما گفتن که مثل مثلث، حتی میتونیم چند زولی بسازیم، امنیت سیاسی، امنیت فکری، اطمینانات، امنیت سفر، یعنی بسیاری مشکلات هایی که فعلا هست تنها ما امنیت فیزیکی داریم. و در اینجا در مورد سیاست و اقتصاد کشور
به شکلی که یک کشور جنگ زده که نیم قرن در اوج جنگ بوده و طالبان هم 20 سال جنگیدن در مقابل امریکایی ها که اونا هم کم میکشتن، مردم خود افغان ها هم زیاد میکشتن، جهاد کردن، خانه شان آباد، آل قدرت رو گرفتن، هیچ جنگی وجود نداره، اجنبی وجود نداره. چرا باید کوشش های زیاد نشه که برای مردم افغانستان خدمت شود تا وضعیت اقتصادیشان دیگرگون شوند؟ شما ببینید که بیاد دارین حتما که جناب رئیس وزرا گفتن که با خداوند صدا کنین و از پیشان روزی بخواین. واقعیت است که خداوند روزی رسان است، اما خداوند گفته که شما حرکت کنین، ما برکت میکنیم. حکومت باید سیاست درست کنه و به خاطر چرخ اقتصاد شما ببینید که کشور همسایه ما چی کارای نمیکنه، به خاطر از اینکه حتی میخواین که مداخله کنه در داخل کشور ما، دروغ میگوین، هر چیز میگوین، دروغای تهمت میبندن تا اقتصاد خود را خوب کنن، مردم خود را آرام کنن. اما ما در اینجا بسیار شرایط داریم تا به حال در مورد سیاست و اقتصاد ما به اون قسمی که لازم است قدم برداشته میشود. من به سوال شما ببینین، همیشه وقت باید ما تحت تاثیر پروپاگاندهای ابرقدرت ها نبیم. آنها بازی و گیم بسیار قوی را انجام میدهد. فعلا در اونجا انتخابات ریاست جمهوری هم در امریکا در پیشروی است و آنها از وضعیت افغانستان به صورت بسیار قوی میخوان که به خاطر کمپاین های دو حزبشان که جمهوری خواست و دموکرات هاست استفاده نمویند. و فعلا او وقتی هم نیست که 22 سال قبل امریکا میخواست در وضعیت افغانستان بسیار زیاد دخیل باشد. ما همسایه داریم که آنها فعلا زیاد رشد کرده، مثل چین، ایران، روسیه و دیگه کشور منطقه است، هند، که امریکا به تنهایی نمیتونه که هر چیزی که دلشان خواسته باشه در افغانستان انجام بده. بله، ما میخوایم که من حیث یک همپیمان استراتژیکشان که سیاست متوازن کنیم و همسایه ما همراه ما موافق باشن، با آنها دوستی کنیم، چون دیگه کشور هم با ایالات متحده آمریکا جنگیدن، مثل ویتنام، ژاپن، اما حال دوستای بسیار خوبی هستن. ما که به روسا میگیم، روسا هم در کشور ما تجاوز کردن، از ایشان کمک میخوایم، میخوایم که ما را به رسمیت بشناسه. با می قسم به تمامی کشورهای مقتدر باید پیشنهاد نمایم، اما امریکا نمیتواند که از وضعیت فعلی کشور ما به نفع کشورشان همیشه وقت استفاده کند. آنها باید از راه های حقوق بندوال با حکومت فعلی پیش بیان. در غیر آن این بازی های جدیدشان نه به نفع افغانستان و نه به نفع کشور منطقه و جهان خواهد بود. بله، اندر صاحب، حالا کشور به سطح افغانستان میتونه که مقابله بکنه، قسمی که شما یاد کردین، با بازی های ابرقدرت، کشورهای ابرقدرت، آیا توانایی در حال حاضر موجود است؟ چرا نه؟ از ما که کشورهای بسیار ضعیف و کوچک هستم که مقابله میکنن. چرا بالای ها توریست ها اوجه نمیرن، داعش نمیرن، امریکای ها چرا تجاوز نمیکنن، چرا روس ها تجاوز نکنن؟ چون اونا متحد هستن، سیاست خوب میکنن. ما اگر ببینیم در پنج دهه حتی در طول تاریخ حاکمان ما سیاست درست نکرده، فعلا هم وضعیت قسمی است که سیاست درست پیش نمیرن، صرف از امنیت به جهان اطمینان میدهیم و مردم ما روزانه از 1000 تا 2000 فرار میکنه. این جناب آسمانی های وجود دارد و زورگویی ها وجود دارد و همچنان مردم ما هنوز اذیت و آزار میشن، اطمینانات ندارن. این همه وظیفه حاکمان فیلیز به یک سیاست خوب را در پیش بگیرند. و از طرف دیگر افغانستان یک نقطه و جغرافی بسیار جیوپولیتیک دارن. ما در بین کشورها هستیم که اگر اونا به توافق نرسن، هرگز یک حکومت یا کشور ابرقدرت دیگری بالای ما حمله نمیتونن. شما دیدین که 22 سال قبل وقتی که امریکایی ها بالای کشور ما حملات میکردن، رئیس جمهورشان با بسیاری از کشورهای مقتدر جهان مثل روسیه، چین و دیگه کشورهای هند سفر کردن، اجازه خواستن. آنها نمیتونن. این مربوط میشه به سیاست خوب افغانها. افغانها را چرا میگم که حکومت تنها از طالبان است؟ افغانهایی که بیرون از حکومت داری ماندن در کشورهای مختلف بعد از حاکمیت امارات اسلامی رفتن، آنها دروج هستن. اگر کل ما یکی شیم،
تشکر انور صاحب. کامل اطمینان میتون به همه افغان ها و جهانیان که هیچ قدرت جهانی نمیتوند که حکومت ما را پاشان بسازد و یا سر ما حمله کنند. بیاید که دست به دست بتیم و یک پارچگی خود را از طریق یک لوی جرگه برای حل برمیگردیم. قانون اساسی داشته باشد، باید داشته باشد. سپاس. محسنی صاحب، حالا نقطه ای را که آقای بندر اشاره کرد، آیا واقعا درد سرساز برای مردم افغانستان و به خصوص برای افغانستان نقطه ژئوپلیتیک افغانستان است؟ من فکر میکنم که تا حدود بله، به دلیل از اینکه رقابت های من پیشتر اشاره کردم، یک بخش از قضیه افغانستان، ناامنی هایی که در داخل افغانستان هست، مربوط میشه به رقابت های برخی کشورها. شما به تاریخ مطالعه کنید، در زمان جهاد و که مردم افغانستان با اتحادیه جماهیر شوروی در مبارزه بودند، ایالات متحده آمریکا به عنوان رقیب اتحادیه جماهیر شوروی از مجاهدین حمایت میکردند و گروه های فعال در افغانستان را مورد حمایت های مالی تسلیحاتی خود قرار میده. اینا اسناد واضح تاریخی هستند، به دلیل اینکه رقیب سرسخت خود را از افغانستان خارج کنه. مسئله دیگر، شما ببینید رقابت هند و پاکستان یکی از موضوع دیگر هستند. افغانستان وقتی روابط سیاسی با هند برقرار میکنه و روابط نزدیک با هند برقرار میکنه، روابط با پاکستان خراب میشه. یا رقابت ایالات متحده آمریکا و ایران، اینا بخش از قضیه هستند. جمهوری اسلامی ایران به وضاحت گفتن که در زمان جمهوریت ما از امارت اسلامی حمایت کردیم تا اینکه آمریکایی‌ها را از افغانستان خارج کنه. این یک بخش از قضیه ناامنی در افغانستان است که میتونه وابسته به شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک افغانستان باشد. اما بحث قضیه مسائل، یک بخش قضیه دیگه مربوط به مسائل داخلی میشه. من فکر میکنم که مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی و مشکلات افغانستان در روابط سیاسی با کشورهای دیگر برمیگردد به یک بنبست سیاسی که در داخل افغانستان است. تا زمانی که این بنبست شکسته نشود و یک ساختار مدرن سیاسی و نظام در داخل افغانستان شکل نگیره، من باورم این هستن که مشکلات اقتصادی امنیتی افغانستان حل نمیشه. به عنوان نمونه ببینید، ایجاد حکومت بر بنیاد قانون یک راه حل است. امارت اسلامی علارغم این که کارهای را انجام داد، دستاوردهای داشتند در بخشای امنیتی، در بخشای دیگر، ولی متاسفانه کارهای بنیادی و اساسی که در افغانستان به عنوان یک راه حل جدی بودن توجه نکردند. تا امروز ما قانون اساسی نداریم. حکومتی که قانون اساسی نداشته باشد، حکومتی که قانون اساسی نداشته باشد، چگونه خطوط سیاسی خود را تعریف کنه؟ چگونه سیاست خارجی خود را تعریف کنه؟ چگونه حقوق شهروندی را برای مردم تعریف کنه؟ چگونه مدت و دوام یک حکومت را تعریف کنه؟ مردم افغانستان و جهان امروز نمیفهمه که حکومت سرپرست تا چند سال ادامه پیدا میکنه. صلاحیت های یک وزیر در حکومت سرپرست تا چه حد هست؟ یک وزیر در چه صورتی از مقام خود عزل میشه؟ این نه مردم افغانستان میفهمه، نه جهان میفهمه، به جز خود امارت اسلامی. این یک چالش است در ساختار نظام سیاسی افغانستان. دومین مسئله مشارکت سیاسی مردم افغانستان هستند. حکومت بر بنیاد قانون، یا به عبارت دیگر بگیم فلسفه حکومت یه است که حکومت نمایندگی از مردم میکنه، مجموعه سیاست افغانستان را به دست میگیره که آینه تمام نما برای تمام مردم افغانستان باشد. آیا در داخل افغانستان چنین کار صورت گرفته؟ یقینا نگرفته. گروه های اجتماعی امروز در ساختار نظام سیاسی معنادار سهیم هستند؟ یقینا نیستن دیگه. سیاستمداران و سیاسیون و گروه های سیاسی امروز سهم داره نداره. حکومتی که در افغانستان شکل گرفته یا کسانی بوده که با امارت اسلامی در زمان جمهوریت بوده، یا وابستگی داشته، یا به نحوی هم فکر هست. یک واقعیت است. ما اگر منکر شویم، امارت اسلامی اگر منکر شود، جهان ایرا قبول نمیکنه، مردم افغانستان نمیپذیره. وقتی مشارکت سیاسی در افغانستان به وجود نیاید، حکومت رابطه مردم با دولت قوی نمیشه و یکی از آسیب‌های کلان حکومت‌ها این هستند که مردم ناراض باشد، فاصله بین ملت و دولت ایجاد شود. مسئله دیگه تخصص‌گرایی یکی از موضوعات بسیار مهم است. ما در بحث امنیتی اگر بحث کنیم، مسائل استخباراتی و امنیتی بسیار پیچیده است. امروز
گروه های حراس افغان و تروریسم از مهارت های زیاد استفاده میکنه و پیچیدگی های زیادی در مسائل امنیتی وجود داره. اگر گروه های کارکشته، گروه های نیروی متخصصی در امو بخش نباشد، من فکر میکنم که باز هم نمیتونه جلوی تروریسم را بگیره. خب ولی در داخل افغانستان چنین کار نشده. حکومت امروز به دست علما هست، مردم احترام به علمای خود داره، اما متاسفانه نمیتونه هر کار را انجام بده. و چهارمین مسئله هم در مسئله روابط سیاسی با کشورها که یک سلسله نرم ها را بپذیره امارت اسلامی. افغانستان ضرورت داره که در جامعه جهانی باشد. افغانستان ضرورت داره روابط سیاسی قوی با تمام کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. سپاس. بصره جنبنی میکنیم نادم صاحب، راه حل چی است؟ چی باید شود؟ رای حالی است که اول خو ما پیشترم گفتم که حکومت کنونی به خواستای ملت مردم باید که تمکین بکنه، یک مسئله. دوم از این که حکومت باید تماما نیروهای امنیتی افغانستان، چی در بخش اردو بوده، چی در وقت بخش پلیس بوده، چی در بخش استخبارات بوده، هم مگره چی کنه، جذب کنه و بیاره منعیس یک ملت واحد، منعیس ارگان های تامین امنیت اینا را سازماندهی کنه که فرقی بین طالب و غیر طالب باید در افغانستان بعد از این وجود نداشته باشه. حتی بر مبنای فرمانی که امیرالمومنین داده که حق انتقام کس نداره، عفو عمومی است، بر از این که در افغانستان تنها عسکر و پلیس و استخبارات خود جنگ نکرده نکشته، بلکه طالب هم انفجارات کردن و کشتن. یعنی هر دو طرف پیش مردم افغانستان متاسفانه متهمن، اما به خاطر از اینکه این مسئله به اصطلاح تفرقه از بین افغانستان پس شه، باید این کار بکنه. به اصطلاح از یک طرف فایده شیست که کسایی که نیروهای متخصص بودن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان، از اینا میتونن که دگه طالبا و دگه کسایی را که استخدام میکنن از اینا استفاده کنن، چون میلیون ها دلار سر از نامصرف شده، اینا کلش متخصص هستن در هر بخش. دوم از اینکه شما ببینید تماما وسایط نقلیه و وسایط زرعی و جنگی افغانستان یا به ترمیم ضرورت دارن، اینا به مراقبت ضرورت دارن، اینا به افراد متخصص ضرورت دارن. امروز جامعه جهانی منتظر همی است که تا تمام وسایط از اینا فرسوده شه، از کار انداخته شه و افغانستان بتانه که دست بسته به اصطلاح به کشور مثل پاکستان تسلیم کنه. زمانی که ما نیروی جنگی نداشته باشیم، زمانی که ما تیاره جنگی نداشته باشیم، تشکر. زمانی که ما نداریم که وسایط خود دوباره ترمیم کنیم، بنان ما تسلیم هستیم. از او هسته بخاطر جلوگیری از فروپاشی مکرر باید تشکر. دولت امارات این کار بکنه، قانون اساسی رو تشکیل بده، بالاخره یک حکومت متخصص بسازه که امون سپاس. نیروهای امنیتی قوت از خود کم باشه، وزارت دفاع، امنیت داخل به اصطلاح، یا اما بخشای سکتوری را برای متخصصین بسازه، از وزیر تا نادم صاحب ممنون، تشکر. افغانستان بسازه. اندر صاحب چی باید شود؟ دو دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه اگر بگوین. تشکر میکنم. ما نمیتونیم قسمی که قبلا گفتم که بسیار زود یک کشور مثل کشور همسایه ما باید داشته باشن. در اینجا هر تنظیم و هر حزب حاکمیت خدا کردن و بسیاری سرشان ناکام شدن به خاطر از اینکه صدای ملت را نمیشنیدن. و فعلا در امارت اسلامی دیده میشد که حرفای مقاما با مسئولین ولایات هم صدا نمیباشن، دروغای گفته میشد، آزار و اذیت میشد، جزا به مسئولین خود داده نمیشد. چرا ما دیدیم که محترم امیرالمومنین چندین بار ثانیا فرمان صادر کردن، قومی گرایی، خشخوری، رابط و مقررات به اساس این مسئله میشه، به اساس امو مسلک و اهلش برایشان نمیشه، مردم جانهای ما بکار میمونه. حکومتداری رو باید برای مردم بسازیم، نه بخاطر خودشان. ما حکومتهای را که سر در فکر خود بودن بلدنگ میساختن، منافع ملی را اندر صاحب خیلی کوتاه اگر بگوین راه حل چی بوده میتونه؟ اونا ناکام شدن. بله، راه حل چی بوده میتونه؟ خیلی کوتاه بگوین، 30 ثانیه فرصت داریم. راه حل وحدت و همبستگی
و یک حکومت قانونی که قانون اساسی داشته باشد، سیاست داخلی و خارجی ما را بر اساس از او تعیین نمایم، از روی لوی جرگه باید پیش بیم، تمامی اقوام و اقشار در آینه حکومتداری خود را ببینند و تشکر. در قابل همسایه ما که سالهاست در امور داخلی کشور ما مداخله میکنند، سیاست ممنون. تشکر. جداگانه باید جدی را باید اعلام سپاس. محسنی صاحب چی باید شود؟ راه حل، راهکار چی است؟ من فکر میکنم یگانه راهکار یه هست که امارت اسلامی باید به مردم مراجعه کنه. منظور ما مردم این است که به متخصصین افغانستان، به گروه های سیاسی افغانستان و مردم افغانستان که چی نوع نظام را میخواهد، از سیاست فعلی امارت اسلامی راضی هست یا راضی نیست، آیا همین نظام را که امارت اسلامی داره فعلا مردم افغانستان قبول داره یا قبول نداره. اگر نظام و ساختار مبتنی بر رضایت مردم ایجاد شود، بخشی از مشکلات افغانستان حل میشه و یقینا امارت اسلامی به رسمیت شناخته میشه، تعامل افغانستان با جهان برقرار میشه. یک دومین مورد، امارت اسلامی باید شناسایی کنه که چه مشکلاتی در داخل افغانستان هست که ما هر روز به طرف بحران میریم. حکومت ها از بین میره، سقوط میکنه، حکومت دیگر میاد به جایش، دلیلش چی بوده؟ ما فکر میکنم یکی از دلایل عمدهش این بوده که حکومت ها بر اساس خواست مردم نبوده، نه در زمان جمهوریت، نه قبل از جمهوریت و نه در زمان فعلی. از زمانی که امارت اسلامی قدرت به دست گرفته تا به امروز چی زمانی به مردم مراجعه کرده؟ مگر لوی جرگه تشکیل داده؟ مگر رفراندوم برگزار کرده؟ و نه انتخابات برگزار کرده؟ از مردم مسئله دیگه در بحث لوی جرگه را شما اشاره کردید، لوی جرگه در صورت مشکل افغانستان را حل میکنه که معیارهایی که نمایندگان مردم در لوی جرگه شرکت میکنه باید تعریف شود، مکانیزم تعریف شود، نه اینکه افراد مشخص توسط حکومت دعوت شود و اونها فقط تکبیر بگه خلاص. یعنی لوی جرگه که برگزار شد افراد مشخص نیست. بود؟ یقینا افراد مشخص بود. سفرست. کجا در کدام منطقه از مردم خواسته شده که نماینده خروان؟ تشکر، فرصت تمام. بنابر این راه حل اساسی هست که به مردم مراجعه کنند بر اساس خواست مردم حکومت. سپاسگزارم از مهمانان در این بس آقایان، هر یک خلیل احمد نادم تحلیلگر مسائل افغانستان، احمد خان اندر آگاه امور نظامی و محمد باقر محسنی نویسنده و فعال سیاسی. از ظهورتان به برنامه و از شما بیننده ها نیز تشکر که تا این دم آخر خط را بیننده بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.